زنوبات ربات‌های زنده با قابلیت تولید مثل. ربات‌های زنوبات رو می‌شناسین؟ زنوبات‌ها ریز ربات‌های خود ترمیم شونده هستند. این ربات‌ها شبیه ربات‌های معمولی یا حیوانات نیستند، بلکه موجوداتی زنده و ارگانیسم‌هایی قابل برنامه‌ریزی هستند. اونا ماشینای بیولوژیکی با عرض کمتر از 1 میلی‌مترن و اونقدر ریزن تا درون بدن انسان حرکت کنن. اونها سلول‌های پوستی، سلول‌های قلبی و یاخته‌های بنیادی که در جنین قورباغه کشت داده شدند، ساخته شدند. زنوبات‌ها میتونن راه برن و شنا کنن. برای هفته‌ها بدون غذا زنده بمونن و به صورت گروهی کار کنن و به مداوای همدیگه بپردازن و به کار ادامه بدن. اما به تازگی جدیدترین نوع این ربات قابلیت تولید مثل هم داره. اگر شما هم کنجکاو شدین بیشتر راجع به زنوبات ها بدونین با ما همراه باشین. همراهان چنل ساینتیا سلام، با یه ویدئوی دیگه کنار شماییم. لطفاً پیش از شروع ویدئو به چنل ما سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدئوهای جدیدمون روشن کنید. زنوبات. این ربات‌های چند میلیمتری از سلول‌های بنیادی قورباغه پنجه‌دار آفریقایی ساخته شدند و به زنوبات‌ها معروفند. به گفته محققان، زنوبات‌ها میتونن تکثیر بشن اما به شکلی که در گیاهان و جانوران دیده نمیشه. زنوبات‌ها حاصل فعالیت زیست‌شناسان و محققان دانشگاه تافتس و دانشگاه ورمونت هستند. زنوبات 3 در حقیقت نسخه جدید زنوبات اوریجیناله. زنوبات‌ها در سال 2020 به عنوان نخستین ربات زنده ساخته شدند. به گفته دانشمندان تا کنون هیچ حیوان یا گیاه شناخته شده‌ای با این شیوه تولید مثل نمی‌کنه و نسل جدید زنوبات‌ها برای مطالعه سیستم‌های خود تکثیر شونده ایده‌آل هستند. زنوبات‌ها ریز ربات‌های خود ترمیم شونده هستند. اونها ماشین‌های بیولوژیکی با عرض کمتر از 1 میلی‌مترن و اونقدر ریزن که درون بدن انسان حرکت کنن. اونها از سلول‌های پوستی، سلول‌های قلبی و یاخته‌های بنیادی که در جنین قورباغه کشت داده شدند، ساخته شدن. آزمایش‌ها نشون میده این ارگانیسم‌ها میتونن در محیط اطراف خود به مدت چند روز یا 1 هفته شنا کنن و برای این منظور از انرژی نطفه‌ای ذخیره شده استفاده کنند. ربات‌های مذکور به صورت گروهی و دایره‌وار شنا می‌کنند و به مداوای همدیگه می‌پردازند و به کار ادامه می‌دهند. تکثیر زنوبات‌ها. زنوبات‌ها شبیه پکمن که یک کاراکتر بازی کامپیوتری بود هستند که در ظرف آزمایشگاهی شنا می‌کنند و صدها سلول جداگانه را جمع‌آوری می‌کنند و داخل دهانشون بچه هاشون رو سرهم بندی می کنن. این بچه ها هم طی چند روز به زنوبات هایی تبدیل می شن که مثل والدین خودشون شنا می کنن. زنوبات های جدید هم می تونن نسخه هایی از خودشونو بسازن. محققان ادعا می کنند با کمک این روش می شه ماشین های زنده و قابل برنامه ریزی ساخت. این ربات ها می تونن برای پاکسازی زباله های رادیواکتیو، جمع‌آوری میکروپلاستیک‌ها از اقیانوس‌ها، حمله دارو در بدن انسان و یا حتی حرکت درون شریان‌ها مورد استفاده قرار بگیرن. پاسخ به ریسک. یه سری افراد ممکنه این یافته رو هیجان انگیز بدونن. یه سری دیگه ممکنه با نگرانی یا حتی وحشت به مفهوم بیوتکنولوژی خود تکثیر شونده واکنش نشون بدن. اما برای تیم دانشمندان هدف بعدی درک عمیق‌تر موضوعه. بونگارد درباره توسعه ربات‌های زنده گفت: ما در حال کار برای درک این ویژگی هستیم. همانندسازی. دنیا و فناوری‌ها به سرعت در حال تغییرن و برای کل جامعه مهمه که مطالعه کنیم و دریابیم که این پدیده چطور کار می‌کنه. این ماشین‌های زنده به اندازه میلیمتر که کاملاً در محیط آزمایشگاهی قرار دارن، به راحتی خاموش میشن و توسط کارشناسان اخلاق فدرال، ایالتی و سازمانی بررسی شدن.
این پژوهشگر گفت اینها چیزی نیستند که منو نگران کنن. اون چه خطر ایجاد میکنه همه گیری بعدیه. تسریع آسیب زیست بوم ناشی از آلودگیه. شدت گرفتن تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هواییه. و لوین گفت اگر بدونیم که چطور به مجموعه ای از سلول ها بگیم که کاری رو که ما میخواییم انجام بدن که در نهایت همون طب ترمیمیه، این راه حلی برای آسیب های تروماتیک، نقایص بد و تولد، سرطان و پیری خواهد بود. همه این مشکلات گوناگون وجود دارن چون نمیدونیم چطور گروه های از سلول ها رو که قراره ساخته بشن پیش بینی و کنترل کنیم. اما زنوبات ها یک بستر جدید برای آموزش به ما هستند. حالا شما به ما بگین. به نظرتون آیا ربات هایی با قابلیت تولید مثل میتونن برای انسان ها خطر محسوب بشن؟ خوشحال میشیم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین و ما رو در بخش کامنت ها از نظرات خودتون مطلع کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.